نوع از نمایش بسیار مهم از طریقه بودایی زن هستش و در واقع المان ها و معلفه های زن رو ما توی نمایش های سهامی و نمایش نو میبینیم. واضح فرینت هم مثلا نیلوفر آبی. این چیزی سنید یک بخشه کتایی بود از گفتگوی من با آیدا تدیون، روزنامه‌نگار و مترجم در باره کتاب سهامی نوشته یاماساکی ماساکاسا. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد واصفر همراه بودید. تا هفته بعد. ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده سپاه اعتراضات هفته اخیر در ایران را یک سناریوی کامل جهانی توصیف کرد. رئیس شورای اسلامی شهر ری میگوید زندان فرشاپویه امکانات لازم برای رسیدگی به زندانیان را ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید حکم دادگاه آمریکا در زمینه پرونده جیسون رضایان مردود است. فرمانده کل سپاه پاسداران روز در تظاهرات سازماندهی شده و حکومتی در تهران اعتراض‌های هفته گذشته به افزایش قیمت بنزین را و اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی را جنگ دشمنان توصیف کرد و تهدید کرد که ما هیچ کاری را بی پاسخ نمی‌گذاریم و با همه تسلیح حساب می‌کنیم. حسین سلامی در سخنان خود در میدان انقلاب تهران اینطور گفت: باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. همینک این لحظه شما در حال شکست دادن همه قدرت استکبارید. باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود. این جنگ تمام شد. این سخنان در حالی بیان می شود که نماینده وزارت اطلاعات در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد که در اعتراضات هفته گذشته اغلب دستگیر شدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد و از سواد کمی برخوردار بودند. فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر مقاماتی که در راهپیمایی روز دوشنبه سخنرانی کردند اعتراضات در ایران را که